هر کس در موفقیتت، در هدف رسیدنت، در یه اتفاق خوبی که برات افتاده کمک کرده، شما دیگران رو هم لحاظ کنید. آجا چطور شد این باغ خیلی قشنگ شده، چه میوه خوبی میده؟ بعد آدم بگه بله خیلی پول خرجش کرد. خیلی. بعد بگه بله دست این مشتی حسن باغبونم، در این مشتی حسن هم خیلی زحمت کشید. من اگه این باغبون رو نداشتم این باغم نداشت. نگو پول من، زحمت های من. تو که تنها نبودی که، کسای دیگه هم بودن. آقای ورزشکار چطور شد؟ خدا رو شکر الحمدلله مدال آوردید. میگه من که قابل نیستم، من مربیم تشکر میکنم، از تشویقای مادرم تشکر میکنم، از خرجی که بابام کرد ممنون دارم، از رفقا که اومدن تشویقم کردن. آفرین. هیچ وقت خودبین نباش. گر یه جا گل کرد کارت، افراد اطرافم بابا زحمت کشیده. باید شکرگزار باشه، شکور باشه. دیگران که زحمت کشیدن رو فراموش نکنه. ما اصفهانی ها علیهم صلوات الله یه ضرب المثل داریم، نمیدونم شما هم دارید یا نه. ما وقتی میخواییم به یکی بگیم بی چشم و روه، میگیم مثل گربه تشریف دارن. شما هم میگیم گربه ای طوریه. 2 کیلو گوشت لخما درجه 1 سلامو باهده که جون میده برای کباب، اینو بگه تیکه تیکش کن که گربه خیلی هم زحمت پاره کردنشو نه، فقط میل بفرمان راحت راحت الهلقو یکی یکی بذار دهنش. 2 کیلو گوشتو میخوره تا تموم شد چشش هم میده. چشتو هم نذار از زحماتی که زنت برات کشیده، مستاجریاتو تحمل کرده، نداریاتو تحمل کرده، حالا سنار پول به خاطر این زعفرون لعنت الله علیه گیرت اومده، حوس کنی زن دوم بگیری و حوس کنی که حالا بیر جامت دوتا بشه و بازی دراری. این زن خیلی زحمت کشید تا تو به این خونه رسیدی، چشو تحمل کرده. اون موقع که رفتی خواستگاری آسمون جل بودی، یاد ادرف یه مد زمین نداشتی، این زنه با همش ساخت. چرا چشته هم میگذاری؟ چرا زود خودتو گم میکنی؟